اهل بیت پیغمبر ظرف علوم الهی هستند و این حقیقتی است که نه تنها دوستان الحمد لله الذي جعل أئمتنا حماة لدينه وهداة لعباده وحججا على خلقه والصلاة والسلام على أمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين الذين من تمسك بهم نجا ومن تخلف عنهم هلك السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا تقدیم باستان مقدسه فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی مرحمت بحث پیرامون اسامی و القاب حضرت زهرا سلام الله علیها بود که عرض کردیم یکی از اسامی مقدسیون حضرت فاطمه است. حالا چرا اون حضرت را فاطمه میگویند؟ ده وجه برای وجه تسمیه اون حضرت به فاطمه ذکر شده است. یک، لأنها فتمت شیعتها و محبیها من النار، برای اینکه فردای قیامت شیعیان و دوستان گناهکارش را از آتش جهنم جدا می کند. دو، چرا فاطمه رو فاطمه می گویند؟ چون خداوند به سبب علم این بانو را منقطع ساخت از سایر مخلوقات. روایت در کتاب علل الشرایع شیخ صدوقه که در روایت دارد وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها به دنیا آمد، خداوند ملکی را فرستاد نزد خاتم انبیا محمد مصطفی
که این اسم را به لسان پیغمبر جاری کند و اسم این دختر را فاطمه بگذاره. چرا خطاب رسید؟ چون به سبب علم ما این بانو را منقطع ساختیم از سایر مخلوقات، لذا به همین اعتبار حضرت زهرا را ام العلوم میگویند. چرا؟ چون فاطمه زهرا عالم به ما کان و ما یکون و به ما هو کائن الی یوم القیامه بوده است، لذا حضرت صادق علیه السلام فرمودند خداوند 10 ویژگی را به 10 زن عنایت کرد و علم را به حضرت زهرا سلام الله علیها عنایت کرد. در روایت دیگر فرمودند ان علی و فاطمه بحران من العلم عمیقان. فاطمه زهرا و امیر مؤمنان علیهم السلام دو دریای عمیق علم الهی هستند. در روایت دیگری حضرت فرمودند ان علی بحر العلم و فاطمه بحر النبوه. اجمالا عرض میکنم فرق بسیار زیادی بین بحر العلم و بحر النبوه وجود دارد، لذا در مورد حضرت زهرا علیه السلام دارد بقیت النبوه. عبارت بقیت النبوه در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شده است. عمار وارد بر سلمان شد و عرضه داشت ای سلمان در معیت امیر مؤمنان سلام الله علیه وارد بر حضرت زهرا سلام الله علیها شدیم. حضرت زهرا تا چشمش به امیر مؤمنان افتاد عرضه داشت یا علی بیا جلو. امیر مؤمنان رفت جلو، فاطمه زهرا عرضه داشت یا علی به تو خبر ندهم از علم ما کان و ما یکون و به ما هو کائن الی یوم القیامه. امیر مؤمنان از روی تعجب به طور قهقرا به عقب برگشت. دوتایی شرفیاب محضر خاتم انبیا محمد مصطفی. پیغمبر اکرمم تا چشمش به امیر مؤمنان افتاد فرمود یا علی بیا جلو. حضرت رفت جلو، پیغمبر اکرم از اون چه که بین اون حضرت و فاطمه زهرا اتفاق افتاده بود خبر داد. امیر مؤمنان رفت به سجده، مجدداً دوتایی شرفیاب محضر فاطمه زهرا علیه السلام شدیم. حضرت زهرا تا چشمش به امیر مؤمنان افتاد خبر داد بین اون چه که بین پیغمبر و امیر مؤمنان اتفاق افتاده بود. بعد فاطمه زهرا عرضه داشت یا علی وقتی خداوند نور مرا خلق کرد نور من شروع کرد به تسبیح پروردگار تا اینکه خداوند این نور را در یکی از درختان بهشتی قرار داد.
اون درخت به درخشش در آمد. در شب معراج وقتی که پدرم وارد بهش شد، به پدرم خطاب شد از میوه های این درخت تناول کن. پدرم تناول کرد، نور من در صلب پدرم قرار گرفت. از سفر معراج که برگشت، آقا نور من از طریق پدرم وارد رحم مادرم خدیجه شد و من از طریق خدیجه به دنیا آمدم در حالتی که خداوند مرا عالم به ما کان و ما یکون و به ما هو کائن الی یوم القیامه قرار داده بود. یکی دیگر از دلایل که حضرت زهرا عالم به ما کان و ما یکون و به ما هو کائنه، مصحف فاطمه است. حالا این مصحف خصوصیاتش چیه؟ طبق روایات 3 برابر قرآن بوده. ابو بصیر میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم یا ابن رسول الله، آیا کلمه ای از قرآن در این مصحف هست یا خیر؟ فرمود خیر. گفتم یا ابن رسول الله، مصحف فاطمه را برای من توصیف کنید. حضرت فرمودن اسامی همه ملائکه و تعداد اونها، اسامی همه انبیا و تعداد اونها، اسامی همه کفار و تعداد اونها، اسامی همه اهل بهش و تعداد اونها، خصوصیات شهرهای مؤمنین، خصوصیات شهرهای کفار، همه و همه در این مصحف آمده. وقتی خداوند خواست این مصحف رو بر مادر ما فاطمه نازل کند، شب جمعه بود، به جبرئیل و میکائیل فرمود امشب که شب جمعه است بروید و این مصحف را بر دختر پیغمبر نازل کنید. این دو ملک آمدن در حالتی که 2/3 از شب جمعه گذشته بود. حضرت زهرا مشغول نماز بوده، سلام نماز رو که داد، این مصحف را بر فاطمه زهرا علیه السلام نازل کردن. پس بنابراین حضرت زهرا عالم به ما کان و ما یکون و به ما هو کائن الی یوم القیامه بوده، یعنی صاحب علم لدنی بوده. کما اینکه امیر مؤمنان و 11 فرزندش از این خصوصیت برخوردار بودن، لذا در زیارت جامعه کبیره در وصف اهل بیت پیغمبر میخوانید و عیبت و علم الله، یعنی اهل بیت پیغمبر ظرف علوم الهی هستند. و این حقیقتی است که نه تنها دوستان بلکه دشمنان هم اعتراف نمودند، از جمله یزید ابن معاویه در حق امام سجاد چه گفت؟ گفت انه زق العلم زقا. خدا علم رو از طفولیت در سینه این آقا قرار داده. همچنین مأمون الرشید در حق امام جواد گفت انه من اهل بیت علمهم من الله. غزالی سنی کتابی داره علما بزرگان به نام العلم لدنی فی وصف مولانا علی. این عالم بزرگ سنی در این کتاب در رابطه با علم امیر مؤمنان میگوید و هذه السعه ولی افتتاح فی العلم لم تتحصل به مجرد تعلیم و تعلم. میگه این همه علم و دانشی که امیر مؤمنان داشت اکتسابی نبوده، ولی یکون و لدنیان سماویان الهی یا
بلکه همه علم حضرت لدنی و آسمانی و الهی بوده. یا ابن خلدون یکی دیگر از علمای بزرگ عامه است، در کتاب شفا و سائل، این کتاب با مقدمه یک نفر مستشرق در خارج از ایران به چاپ رسیده، این عالم سنی در این کتاب میگوید ائمه شیعه هیچ کدام به مکتب نرفتن، ولی معذالک این همه علم و دانش از ناحیه اونها روی زمین پخش و منتشر شد. بعد میگوید ما کاند الله عن قوت ولایتهم، این نبوده مگر از ناحیه ولایتشون. پس بنابراین خاندان رسالت از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها صاحب علم لدنی بودند. لذا بر این اساس از خلیل ابن احمد استاد سیبوی بوده در ادبیات سوال کردن که دلیل شما بر خلافت بلافصل امیر مؤمنان سلام الله علیه چیه؟ چه جواب قشنگی داد؟ گفت احتیاج الکل الی و استغناه عن الکل دلیل علی انه امام الکل، احتیاج همه مردم به امیر مؤمنان، بی نیازی امیر مؤمنان از همه مردم دلیل بر این است که اون حضرت امام بر همه مردمه. از این رو حضرت مردم رو دعوت به سوال می کرد، می فرمود سلونی قبلا تفقدونی، و هر کس غیر از حضرات امین ادعا رو کد رسوا شد. از جمله ابن جوزی صاحب تذکرت الخواص خیلی خوش استعداد بوده، خوش حافظه بوده، حضور ذهن بالایی داشته، منبر که میرفت هم شیعه و هم سنی پای منبر او جمع میشدن، شیعه میگفت این شیعه است، سنی هم میگفت این سنیه. بالاخره گفتن ما باید به دست بیاریم این چه کار است، سنیه یا شیعه است. گفتن بهترین وقت گیر انداختن ابن جوزی بالا منبره، وقتی بالا منبر داره صحبت میکنه یه سوال حساسی در این زمین از اون میپرسیم. ابن جوزی رفت منبر، از ابن جوزی سوال کردن ای خطیب، با فضیلت ترین صحابه پیغمبر بعد از پیغمبر که بوده؟ این دید اگر بگه ابوبکر بوده شیعه ها بعدشون میاد، اگر بگه امیر مؤمنان بوده سنی ها بعدشون میاد. گفت افضلهما بعده من کانت ابنته تحته، گفت با فضیلت ترین صحابه پیغمبر اون کسی است که دخترشو در اختیارش داشت. خب این هم شامل ابوبکر میشه چون پیغمبر دخترش را در اختیار داشت، هم شامل امیر مؤمنان میشه که دختر پیغمبر رو در اختیار داشت. یه جواب دو پهلو داد. سوال صریح تری ازش کردن، گفتن ابن جوزی خلفاء بعد از پیغمبر چند نفرن؟ این دید اگر بگه 4 نفرن شیعه ها بعدشون میاد، اگر بگه 12 نفرن سنی ها بعدشون میاد. 3 بار گفت اربعتون اربعتون اربعتون، 4 تا 4 تا 4 تا. اون که سنی بود گفت 3 بار تأکید کرده 4 نفرن، اون که شیعه بود گفت 3 4 تا میشه 12 تا. خلاصه مغرور به دانش اندک خودش شد، با کمال وقاحت و بیشرمی در منبر گفت من چی از علی کم دارم، سلونی قبلا تفقدونی، مردم بپرسید اون چرا که از من میخواهید.
یه زن از پشت پرده بهش اشکال کرد. ابن جوزی، آیا درست است که میگویند امیر مؤمنان با طی العرض خودش رو رسان به مدائن و جنازه سلمان را غسل داد، کفن کرد، دفن کرد؟ آیا درسته؟ بله، این مطلب جزء مسلمات تاریخه. گفت ابن جوزی، آیا این مطلبم درست است که میگویند سه روز جنازه عثمان در مدینه ماند روی زمین؟ بله، این مطلبم درستی. پس چرا امیر مؤمنانی که با طی العرض خودش رو به مدائن رساند، جنازه سلمان رو غسل داد و کفن کرد و دفن کرد، نسبت به تغسیل و تکفین و تدفین عثمان بی تفاوت بود؟ به من بگو، آیا علی گناهکار بوده یا عثمان؟ ابن جوزی مغلطه کرد، گفت ای زنی که آمده ای پای منبر من، تو به اذن و اجازه شوهرت اومدی یا خودت اومدی؟ اگر بدون اجازه شوهرت اومدی، خدا تو رو لعنت کند، و اگر شوهرت تو رو فرستاده، خدا شوهرت رو لعنت کنه. یه وقت این زن فهمیده دانا گفت ابن جوزی، عایشه که آمد به جنگ امیر مؤمنان، آیا به اذن و اجازه شوهرش آمد یا خودش آمد؟ اگر بگی پیغمبر او رو فرستاده بود که دروغه، چون پیغمبر در اون عصر و زمان زنده نبوده، حتی رسول خدا در زمان حیات خود به عایشه فرمود، عایشه میبینم روزی را که به جنگ وصی من علی میری، به محله هوعب میرسی، سگا میان جلو تو میگیرن، اگر به چنین جایی رسیدی بدان تو بر باطلی، مبادا به جنگ وصی من علی بری. پس بنابراین پیغمبر عایشه رو نفرستاد، خودش آمد. ابن جوزی خجالت زده از منبر اومد پایین و رفت کنج خانه نشست، تا آخر عمر دیگه از خانه بیرون نیومد. پس بنابراین علیست که باید بگوید سلونی قبلا تفقدونی. اما بعد از پیغمبر پشت پا زدن به منابع علوم الهی، فاطمه زهرا و امیر مؤمنان. در عوض سراغ چه کسانی رفتن؟ سراغ کسانی رفتن که حتی در مسائل اولیه اسلام کمیتشون لنگ بوده. ابتدایی ترین مسائل و احکام اسلامی رو بلد نبودن. عمر مسئله تیمم رو بلد نبوده، مضافم بر این که مکرر در مکرر اظهار عجز، اعتراف به جهل و نادانی خودشون میکردن. ابوبکر میرفت بالا منبر میگفت عقیلونی عقیلونی ولستو به خیرکم و علیون فیکم، مرو واگذارید، من بهترین شما نیستم، بهترین شما پسر ابی طالب علیه. عمر هم میگفت لولا علیون لهلک عمر. خود سنیا گفتن متجاوز از 70 مرتبه. اونا که بگن 70 بار، من استنباط میکنم 70,000 بار، چون اینا همه رو نقل نمیکنم. شاید برای بعضیا تازگی داشته باشه، اما منابعش موجوده که عثمان هم گفت لولا علی لهلک عثمان. اینا اظهار عجز کردن، جاهل به مسائل و احکام بودن. پیروان اینها هم در طول تاریخ این گونه بودن، از جمله ابو حنیفه.
آقا این ابو حنیفه خودش رو شاگرد امام صادق میدونست. گفت لول سنتان لهلک النعمان، اگر نبود اون دو سالی که من نزد امام صادق درس خونده بودم هر آینه هلاک شده بودم. وقت این نانجیب حق باز آمد مقابل امام صادق دکه درس درست کرد، فتوا رو فتوای امام صادق میداد. حتی گفت من نمیدونم حضرت صادق علیه السلام در سجده نماز چشمانش رو میبندد یا باز نگه میداره. برای اینکه در این جهتم مخالفت با امام صادق کرده باشم به پیروانم دستور میدم در سجده نماز یه چشمشون رو ببندن یه چشم رو هم باز نگه دارن. وقت این ابو حنیفه فتوا میده منی پاکه. ابو حنیفه میگوید با مویز که نوعی شرابه میشه وضو گرفت. ابو حنیفه میگوید اگر پوست سگ را دب باقی کنن با اون پوست لباس درست کنن میشه با اون لباس نماز خوان. ابو حنیفه میگوید اگر کسی وضو گرفت 10 ساعتم خوابید خواب موجب بطلان وضویش نخواهد شد. ابو حنیفه میگه برای عذره سگ میشه سجده کرد. ابو حنیفه میگوید اگر کسی ازدواج کرد و رفت مسافرت اصلا با زنش همبستر نشده، اگر بعد از 10 سال از سفر برگشت دید همسرش صاحب فرزندی این فرزند مال خودشه، آخه تو میگی باش اصلا همبستر نشده پس این بچه چگونه به وجود آمده؟ میگه شاید این آقا خوابیده است و در خواب محتلم شده، باد منی او را آورده در فرج این زن ریخته. اوف بر این مذهبی که پیرو به چنین آدم هایی هستن. حالا ریشه این جنایات از کجاست؟ از اونجاییست که عمر ابن الخطاب کنار بستر پیغمبر گفت حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو بسه. تو از کجا میگی حسبنا کتاب الله؟ میگه چون فهمیدم بازم پیغمبر میخواد سفارش این علی رو بکنه، چون فهمیدم میخواد سفارش این علی را بکند لذا گفتم ان الرجل لیهجر، واگذارید او را، او داره هزیان میگوید. به چه کسی نسبت هزیانگویی رو میده؟ به کسی که خداوند مهر تایید به سخنان او زده. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، مردم این پیغمبری که بین شماها هست این از روی هوا و هوس صحبت نمیکنه، هر چه که میگه به منزله وحی. ریشه اینجاست، خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج. لذا در زیارت عاشورا میخوانید اللهم لغن اول ظالم ظلم حق محمد، پس بنابر این ریشه جنایات از سقیفه است. پسر عمر نامه نوشت به یزید، یزید چرا امام حسین رو کشتی؟ امام حسین در جواب نوشت که من، یزید در جواب نوشت که امام حسین رو من نکشتم، امام حسین رو بابات عمر کشت. اگر در روز اول حق امیر مؤمنان رو در سقیفه بنی ساعد قصد نمی کرد امروز هم امام حسین کشته نمی شد. لذا امام صادق فرمود قتل الحسین فی یوم سقیفه، جدم حسین کشته سقیفه است.
امام سجاد کشته سقیفه است، امام باقر کشته سقیفه است، امام صادق کشته سقیفه است، موسی بن جعفر زندانی شده عیادی سقیفه است. بگم رسمن امام زمان هم نرفت در پس پرده غیبت، مگر به خاطر خیانتی که ابوبکر و عمر کردن. و ما رماه و اذ رماه و هر مله و انما رماه و من مهد له سهمون عطا من جانب سقیفه و قوسه و غلاید الخلیفه. میگه آقا روز عاشورا حرمله به گلوی علی اصغر تیر نزد، بلکه زننده تیر عمر بود. این تیر را از سقیفه بنی ساهد پرتاب کرد و در روز عاشورا به گلوی علی اصغر خورد. سید حیدر حلی هم میگوید الیوم جرد سقیفت و سیفه و قدا بهی رسول حسین قطعی ها. میگه اگر از من بپرسن که این خنجری که روز عاشورا روی گلوی امام حسین قرار گرفت از کجا آمد، میگم از سقیفه این خنجر خروج کرد و روز عاشورا بر گلوی سید الشهدا قرار گرفت. الیوم من اسقاط فاطمه محسنه سقط الحسین عن الجواد سریا. وقتی که محسن فاطمه سقط شد، سید الشهدا هم از اسب زمین افتاد. بگم یا صاحب الزمان، امام حسین از اسب زمین افتاده، کسی جرأت نمیکنه جلو برود، نمیدونن امام حسین زنده است یا از دنیا رفته. میدونستن امام حسین غیرت الله، فریاد برآوردن حمله کنید به خیمه های ابی عبدالله. آیونی که کربلا رفتید، ذریح امام حسین کجاست؟ قبر ابی عبدالله کجاست؟ گودال قتلگاه کجاست؟ این فاصله از کنار قبر تا کنار گودال و آقای مظلوم ما حسین با سر زانو آمد. طاقت و تاب و توانی رفته گر از اعضایم، به سر راه شما با سر زانو آیم. داغ جان دادن عباس جوان پیرم کرد، رفتن اکبر لیلا زمین گیرم کرد. گر بگویم سخن از آب جوابم ندهید، گر بگویم سخن از آب جوابم ندهید، گر بمیرم ز آتش جرعه آبم ندهید. با شما فرقه آریز خدا و ز رسول التماسیست مرا، گر بنمایید قبول. یا ابا عبدالله چه خواهشی داری از این نانجیب مردم؟ تا نرم تنم ز سم مرکب نکنید، از جفا رو به سوی خیمه زینب نکنید، تا نسازید ز خنجر تنم آغشته بخون، زینبم را کسی از خیمه نیارد بیرون. بگم یا صاحب الزمان، به پای چکمه بزن ای لعین به سینه من، ولی تپانچه مزن بر رخ سکینه من. داغ دیده ها جوان داده ها، در آفتاب بینداز جسم بی سر من، ولی از آفتاب تو بردار نعش اکبر من. گفتن حسین راست میگه، غیرت الله، اول برید کار خودش رو تمام کنید. چه شد دیگه نمیگم، فقط اشاره میکنم و رد میشم.
زینب کبرا میگه یه وقت دیدم مردم دارن هلهله میکنن، سر و صدا به راه انداختن، خودشم به سر و صورت میزد، نظر کنه ببینه سر حسینش بالای نه. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.